اعمال فصل هشتم. شاول جز کسانی بود که با قتل استفان موافقت کرده بودند. در همان روز جفای سخت به کلیسای اورشلیم شروع شد و همه ایمانداران به جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراگنده شدند. گروهی از کسان خدا ترس جسد استفان را به خاک سپردند و ماتم بزرگی برای او گرفتند. شاول کوشش میکرد که بنیاد کلیسا را براندازد. او خانه به خانه می گشت و زنان و مردان را بیرون می کشید و به زندان می انداخت. و اما آنانی که پراگنده شده بودند به هر جا که می رفتند پیام خدا را اعلام می کردند. فیلیپوس داخل شهر اسامره شد و در آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت و مردم یک دل و با علاقه به سخنان او گوش می دادند و معجزات را که انجام می داد می دیدند. ارواح ناپاک با فریاد از مبتلایان بسیار خارج می شدند و عده زیاده از شلان و لنگان شفا می یافتند و در آن شهر خوشی بزرگ برپا شد. مردشم اون نام در آن شهر زندگی می کرد که برای مدت سامریان را فریفته اعمال جادوگرانه خود کرده و می گفت شخص بزرگی است. همه آنان از بزرگ و کوچک با توجه کامل به او گوش می دادند و می گفتند این شخص مظهر قدرت امان خدا است که قدرت بزرگ نام دارد. آنها احترام زیادی به او می گذاشتند زیرا او سالهای سال با جادوگری آنها را افسون کرده بود. اما وقتی به مژده فیلیپوس درباره پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند. حتی خودشم اون نیز ایمان آورد و تعمید یافت و پس از آن دیگر از فیلیپوس دور نشد. و وقتی قدرت‌ها و معجزات را که به وسیله فیلیپوس به عمل می‌آمد می‌دید حیران می‌شد. همین که رسولان مقیم اورشلیم با خبر شدند که در سامره هم پیام خدا با استقبال روبرو شده است، پتروس و یوحنا را پیش آنان فرستادند. وقتی آنها به آنجا رسیدند، برای ایمانداران دعا کردند تا روح القدس را بیابند، زیرا آنها فقط به نام عیسی خداوند تعمید یافته بودند و تا آن زمان روح خداوند بر آنها نازل نشده بود. بنابر این پتروس و یوحنا دست بر سر آنان نهادند و آنان روح القدس را یافتند. وقتی شمعون دید که با دستگذاری رسولان روح القدس عطا می شود، پولهای خود را پیش پتروس و یوحنا آورد و گفت همان قدرت را به من هم لطف کنید تا بر هر کی دست بگذارم روح القدس را بیابد. پتروس جواب داد پولت با خودت طلاق شود، چون گمان کرده ای که بخشش رایگان خدا را با پول میتوان خرید. تو از این بابت هیچ نصیبی نداری، زیرا دل تو پیش خدا ناراست است. از این شرارت توبه کن و از خداوند بخوا تا شاید تو را برای داشتن چنین فکر ببخشد. من میبینم که زندگی تو تلخ و زراگین است و در زنجیرهای شرارت گرفتاری. شمعون در جواب خواهش کرده گفت برای من به درگاه خداوند دعا کنید تا هیچ یک از چیزهای را که در باره من گفتید عملی نشود. پس از آن که پتروس و یوحنا شهادتهای خود را دادند و پیغام خداوند را اعلام کردند، به اورشلیم بازگشتند و در بین را مژده نجات را به بسیاری از دهکده‌های سامره رسانیدند. فرشته خداوند به فیلیپوس گفت برخیز به طرف جنوب به آن جاده که از اورشلیم به غزه می رود برو. این جاده یک راه بیابانی است. او برخاست و به طرف آنجا حرکت کرد. شخص خسی شده از ایتوپی که در دربار ملکه ایتوپی به نام قندکه مقام مهم داشت و خزانه‌دار او بود، برای عبادت به اورشلیم آمده بود. در این هنگام در راه بازگشت به وطن در گادی نشسته بود و کتاب اشعیای پیغمبر را می‌خواند. روح خدا به فیلیپوس گفت نزدیک برو و خود را به آن گادی برسان. پس فیلیپوس به سوی آن دوید و شنید که او کتاب اشعیا را میخواند و پرسید آیا آنچی میخوانی میفهمی؟ او جواب داد تا کسی مرا راهنمایی نکند چطور میتوانم آن را بفهمم؟ او از فیلیپوس خواهش کرد که سوار گادی شود و پهلوی او بنشیند. آن قسمتی را که میخواند چنین بود او مانند گوسفندی که به کشتارگاه میبرند یا مثل برهی که پیش پشمچینان زبان باز نمی کند کلامی به زبان نیاورد.
به این قسم او را حقیر شمردند و حقانیتش را نادیده گرفتند. کی در برای فرزندان او سخن خواهد گفت؟ زیرا زندگی او از روی زمین پایان یافته است. آن شخص و فیلیپوس گفت: تمنا دارم به من بگو که پیغمبر در اینجا درباره کی سخن میگوید؟ درباره خودش یا کسی دیگر؟ آنگاه فیلیپوس آغاز سخن کرد و از همان قسمت کتاب شروع کرده مژده عیسی را به او رسانید. همان طور که می رفتند به آب رسیدند. خزانه دار گفت: ببین در اینجا آب هست، چی چیزی مانع تعمید گرفتن من هست؟ فیلیپوس گفت: اگر با تمام دل ایمان آوری هیچ مانعی وجود ندارد. او جواب داد: من ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست. باز امر کرد گادی را استاده کند. او و فیلیپوس داخل آب رفتند و فیلیپوس او را تعمید داد. وقتی از آب بیرون آمدند روح خداوند ناگهان فیلیپوس را غیب ساخت و آن شخص دیگر او را ندید و خوشی کنان برای خود رفت. اما فیلیپوس در اشدود دیده شد که در همه شهرهای آن ناحیه می گشت و خوشخبری می داد تا آخر به قیصریه رسید.